درود و عرض و ادب دارم خدمت تمام شنوندگانی که در یوتیوب ما را میشنوند. دوستان عزیز، بخش دوم برنامه ما هست. اگر بخش اول را نشنیده اید، می توانید لینکش را از دیسکریپشن این ویدیو بگیرید و بخش اول را بشنوید. دوستان، در بحث را ادامه می دهیم. نگفت اگر با زنانتان سکس میکنین یا جماع میکنین، گفت وقتی شما زنانتان را لمس میکنین یا میرین توالت، اونجا کلمه غائط آمده. غائط خب میفهمیم مواد غایطه را میگه، مدفوع را میگه. زن و نسا در یک با مدفوع یک جا قرار گرفته. گفته اگر مدفوع میکنین یا زن را لمس میکنین قبل از اینکه نماز بخونین خودتان را پاک بسازید. زن را لمس میکنین گفته، چون در اول آیه در موضوع جنابت گفته. اول آیه گفته اگر جنوب بودین شما بدنتون را باید پاک کنین بعد برین نماز بخونین. بعد گفته اگر زنتون را لمس میکنین با مواد میرین جای رفع حاجت میکنین، بازم دستایتون را خودتان را پاک کنین بعد نماز بخونین. یعنی اینجا هدف از لمس زنان هست، چون با لمس مرد جنوب نمیشه، بلکه باید دستای خودش را بشوره چون زن لمس کرده. در اول آیه گفته اگر جنوب هستین، نیاز نبود که خب انسان که سکس میکنه طبعا که جنوب میشه در اسلام نظر به قواعد مسلمانان. یک جای بگه اگر شما جنوب هستین تمام جنابت ها را در بر میگیره. انواع جنابت، چی شراب بنوشید، چی با زنان سکس کنید، چی گوشت خوب در دستتان بخوره و در قسمت های بدنتان، اینا تمامش در جمع جنابت میره. باز دوباره اینجا گفته اگر زنان را لمس میکنین، یعنی لمس کردن زنان در اسلام در آیت 34 آیت 43 سوره نساء چی معنا میده؟ اگر ما اومدم زنی را لمس کردم میخوایم نماز بخونم، باید دستای ما بشویم. به همین خاطر است که ما میگیم که دین به زن ارزش قائل نیست، نه در احادیثش نه در قرآنش. مشخص است، بفرمایید به دو تا سوره مراجعه کنید، دو تا آیت آل عمران 14 را بخونید. اونجا کلمه نزدیکی با زنان نیست، واژه لمس اومده. لمس کردن با جماع کردن فرق داره، رابطه جنسی لمس کردن نیستن. سوره نساء آیه 3 و سوره آل عمران آیه 14. ارزش زن در قرآن بدتر از احادیث است. حداقل محمد شو این حرفی را نگفته بود در احادیث، اما در قرآن گفته تمام زنان را با چارپایان هم ردیف کرده، گفته اینا به خاطر امتحان شما هستن. و در سوره تقابون آیه 14 همچنان بیان شده که زنان شما دشمنان شما هستن. نگفته برخی از زنان شما، گفته زنان شما. شأن نزول آیه را بخونید که چرا این زنان دشمنان مسلمانان شدید. کسایی بودن که به فرمان محمد از خانه ها می برآمدند، رهزنی می کردن و ترور می کردن و قتل می کردن، دختر کوچک را به عنوان کنیز و به عنوان ملک یمین می آوردن خانه، با در پهلوی زنای خود با اونا سکس می کردن. گفتن بابا جان نرین در راه محمد. محمد گفت اونا دشمنان شما هستن، بیاین با ما باشین، زنایتان را ترک، از اونا دوری کنین. این جالب است. سپاس آبتین جان، سوزنم تا فعلا نمیکشم در جان. خیلی سپاسگزارم، خیلی سپاسگزارم بانو مرضیه عزیز. اگه لطف کنید در قسمت شنوندگان باشین، من از شما بسیار بسیار سپاسگزاری میکنم. خواهش میکنم. هیچ اسوالی نداره، ولی چون منو خطاب قرار دادن به لحاظ به هر حال عدم تمیز جنسیتی خوب بود که من در واقع شما رو خطاب قرار ندادن. ایشون شما صحبت کردین، کامنتی که به اون احادیث، این احادیث و روایات و آیات رو رو به جمع دوستانی که توی اتاق هستن بیان کردن. با این حال شما به عنوان یک بانوی عزیز یک دقیقه مطلبی اگه دارین بشنویم از شما، بعد از اون دوست دیگری رو بشنویم. یکی از چیزایی که ایشون گفتن متاع، البته معنی متاع به معنی بهره، شما رو به این چیز مثلا فریبتون میده، حب و نساء و شهوات و نمیدونم مال هاتون، حالا اون چیزی که در آیه اومده من حضور ذهن ندارم، ولی شروع آیه با خود زنها نیست، با حب و نساء. بعد آیاتی هم که حالا ایشون میفرمان که در واقع یه تعبیرهایی یعنی داشتن که من اصلا احساس کردم که تفسیر بر آیات نیست. هیچ جا ما در قرآن نداریم که زن مقامش به از مرد پایین تر باشه. گاهی اوقات اصلا میگه و صادقین و صادقات، ولی مثلا ذاکرین الله و ذاکرات الله، اصلا کلمه ذاکرین و کروسیقه مؤنث قرآن که را نهمیه که ما
اون چیزی که به شما بها میدیم، اون فضیلت های انسانی شما از ایمانتون و اعمال صالح و خصوص کارهای نیکتون. و اونجایم که من گفتم خود قرآن صریح، این دیگه جز محکمات قرآن، جز متشابهات نیست، اونجایی که میگه خلق لکم من انفسکم، جنس خود خودتون زن را آفریدیم، دیگه ما حرفی نمیمونه بیایم اونها رو در واقع بچسبیم. اصل آیه رو و اصل آیاتی رو که تاکید روشن و صریحی بر تساوی ارزش انسانی این دو تا داره رها کنیم. ضمن این که ما در واقع باز هم میگم اون احادیثی که داشتیم رو در واقع به لحاظ دلالت و به لحاظ سند بررسی کنیم، خیلی از این احادیث خواهد شد و خیلی از در واقع توهمات و اون ابتذال هایی که احساس میشه اسلام نسبت به زن روا داشته مرتفع میشه. متاسفانه دوستان آتئیست ناباور ما یه مقداری تعصب آمیز نسبت به این مسئله. اینم یادمون باشه که دنیا می‌زنیم که من توی صدها کانال تلگرامی که بوی سکس رو روی کرده سکس داره، خدا شاهده نارنج میبرم، زن رو با زیر خواب و با آلت جنسیش خطاب میکنن، میگن این مثلا زیر خواب فلان سلبریتیه، فلان آقای بازشکاری. یه امروز زن و اینجوری سکس مطلق متاسفانه بسیاری از فرهنگ های حتی خیلی شد. سپاسگزارم سرکار خانم مرضی عزیز. آقای آبتین و زنده باشید، خیلی خوش آمدید به این اتاق. من فقط یه نکته عرض کنم خدمت همه دوستان، این که میگن ایتیست ها خیلی سخت برخورد میکنن، باور کن من اینقدر آدم شوخ و شاد و حالا خودم تعریف نکنم بهتره، گاهن دوستان میگن تو خیلی بانمکی، همه رو هم دوست دارم. من از اون مورچه، من گاهن پام رو میذارم روی زمین، بارها شده که پام رو میذارم، مایک نزد لیدا جان، پام رو میذارم روی زمین اگر جای مورچه هست، یک لحظه حس میکنم که شاید مورچه له نمیشه زیر کفشا، ولی میگم نکنه من یه مورچه له کردم، برمیگردم نگاه میکنم نکنه یکیش له شده باشه دیگه. حالا شما بیا بالاتر به جاندارانی که یکم بزرگتر هستن مثل پستانداران و و و و و فلان، دیگه چه برسه به انسانها. من همه انسان ها، حتی اون کسانی که میان اینجا و مغلطه میکنن، گاهن دروغ میگن، اصلا همه کار میکنن، به سمت جنوب غرب کشور ایران، صحرای کربلا میرن اون سمت، من با اونها هم تا اون جایی که بتونم مهربون هستم و دوستشون دارم. اما مطلب این هست که ما با غرض حرف نمیزنیم، ما اگر صحبت میکنیم از احادیث، از کتب خود تشیع و تسنن داریم حرف میزنیم، از کتابهای معتبرشون داریم حرف میزنیم، از آیات خود قرآن کریم داریم حرف میزنیم. این نیست که ما ندونیم داریم در مورد چی حرف میزنیم بعد بیایم غرض ورزی کنیم یا مرض داشته باشیم بیایم این کارو بکنیم، خیر، ما اتفاقا به شدت نقد میکنیم، اما نقد منصفانه، یعنی این اجازه رو نداریم که بیایم یک حرفی بزنیم بدون یک سند صحیح. اگر یک روایتی بیان میشه حتما حتما و حتما چندین روایت شبیه به این روایت در روایات اهل تسنن و همینطور دوستان اهل تشیع بیان میکنیم با ادله‌ای که مشخصا نشون میده اون روایت صحیح هست. اینجوری نیست که ما همینجوری بیایم یک روایت گم و گور و اون پشت پسلا باشه ما بیاریم بخونیم روش کنیم و بگیم آه نگاه این اسلام این کار کرد، نه، در مورد هر موضوعی ما سعی میکنیم 2، 3، یا 4 حالا هر چقدر که تعداد باشه سعی میکنیم اینها رو بیاریم تطبیق بدیم با هم، ابتداعا خودمون تطبیق بدیم بفهمیم روایت اصلا چی هست، بعد بیان کنیم که
به نوعی حقی از هیچ کسی ضایع نشه، ولو اون دوست مسلمان من که میاد اینجا و شروع میکنه به مغلطه و سفسطه. با این حال خیلی سپاسگزارم سرکار خانم مرضیه نازنین، اگر لطف کنین در قسمت شنوندگان باشین من سپاسگزاری میکنم. کاوش مایک میزنه، کاوش رو کوکوتا بشنیم و بعد هم بریم سراغ کیت. بله سی ثانیا. ببینین دوستان عزیز و خصوص بانو مرضیه که بعدا امیدوار هستم کامنت دوباره نشه چون با دوستان دیگه وقت بتیم، در پروفایل ما متا را گذاشتم. متا بنا به اسباب و کالا معنا میده، بهره مند شدن اسم نیست، متا اسم است. اسم را نمیتونین به فعل تبدیل کنین، بهره مند شدن فعل است. در قرآن نگفته که این افعال، الان اونجا گفته اینها متا هستن، مگر اونجا از اسب نام برده، از چهار پایان نام برده، از سیم و زر طلا نام برده، گفته اینها متا هستن، نگفته بهره مند شدن. متا یعنی وقتی ما در برابر صفت در برابر اسم صحبت میکنیم، مثلا من میگم که ماشین یا گوشی برای من متا است، درست است که من از این بهره مند میشم. خب پس فرق بین زنی که من ازش بهره مند میشم و گوشی که ازش بهره مند میشم چی است؟ چیزی که نیست در این آیه. گفته اینها متاع روز دنیای فانی هستند، دنیای امروزی هستند. یعنی چی؟ یعنی اینها فقط اسباب هستند، کالا هستند، جنس هستند، نه انسان. گفته حب شهوات به زنان، یعنی شهوت در برابر زنان. خب زن در اسلام تعریف شهوانی داره، زن در اسلام که کدام نماینده نیست، کدام آموزگار نیست، کدام استاد نیست که تعریف دیگه هم داشته باشه. خب زن به خاطر آرامش جنسی مرد آفریده شده، در سوره نساء فرموده این موضوع را. ما از جنس خودتان برای شما همسرانی دادیم که شما به اونها به سکس رغبت کنید، به خاطر لذت بخشی شما. مگر ملا صدرا در ملا هادی سبزواری با مزرد در عصر دایناسور زندگی میکرد؟ نه، در قرن 19 بود. ایشان چی گفته بودن؟ خدا چهار نوع حیوان را آفریده، حیوان اول فلان، حیوان دوم فلان، حیوان سوم زنان. اینها را صورتشان را چهره هایشان را از حیوان به انسان تبدیل کرده، روح مرد دهش دمیدن، روح خود خدا را، روح آدم را دهشان دمیده تا ما با اینا بتونیم سکس کنیم. یعنی ما نمیتونستیم با حیوانات سکس کنیم، خدا حیوان را انتخاب کرد، به زن تبدیلش کرد، عوضش کرد تا ما با اینا سکس کنیم. از ملا هادی سبزواری که در امورات دینی شما زیادتر میدانید، ملا هادی سبزواری آخرین حرفم شخصی بود که مرتضای مطهری که یکی از تیورسن های اسلام در دنیای شیعیزم هستند، او را استاد میگفت و میگفت ما در برابر از او سر تعظیم خم میکنیم. از مرتضای مطهری که شما آیه قرآن را خوبتر درک کردید نکردید. ایشان میگن که زن حیوانی بوده که خدا عوضش کرده به انسان و روح خود را دمیده از روح انسان، البته آدم، بعد خواسته که ما با اینا سکس کنیم. اگر ما با اینا اگر حیوان میبودن سکس نمیکردیم، به او خود نژادشان را تغییر داد، یعنی نوشان را تغییر داد از حیوان به انسان، به خاطر که ما مردا بتونیم امرشون سکس کنیم. واضح است. سپاس آب اینجا من پروفایل هم گذاشتم، متا را میتونن دوستان ببینن که چی معنا میکنه. سرچ کنید خودتون. خیلی سپاسگزارم کاوش نازنین. پویا کامنت داره، پویا رو بشنویم بعد کیتی رو بشنویم. درود مجدد، سپاس آبتین عزیز. اجازه بده کامنت من کمی طولانی تر باشه چون میخواستم بعض نکات بگویم. ببینین دوستان، بعض اختبار خودم شخص خودم سوال خلق میشه، چرا ما مردها میایین مثلا از حقوق زنان دفاع میکنین؟ با وجودی که خود بانوان در پالوی ما خیلی کمرنگ هستن، خیلی خیلی کمرنگ هستن، ما آرزو دارم که بانوان با ما بپیوندن در رومهای مختلف و با ما این مبارزه را پیش ببرن، از حقوق خود دفاع کنن، از حقوق بانوان دیگر دفاع کنن. و وقتی که حقوق یک بانو زیر پای میشه، معمولا از طرف یک بانوی دیگری هست که حقوق بانوی دیگری زیر پای میشه. ببینین در اسلام آمده، ولی چرا یک بانو میره انتخاب میکنه که زن دوم و سوم و چهارم باشه؟ حقوق یک زن دیگر پایمال میکنه و انتخاب میکنن که زن دوم و سوم باشن. در اسلام خیلی ما پیشترم صحبت کردم، گفتم هیچ چیز برای بانوان هیچ حق نداده شده. بانوان هیچ حق ندارن، نه در این دنیا نه در آن دنیای دیگری که برایشان بهشت آفریده الله محترم. در بهشت هم هیچ حقی به بانوان داده نشده، نه این حق قلمان هایی دارن، نه هورایی دارن
و نه هم جوای شراب برای ازی بانوهانند. معلوم هم نیست که چی در اون بهشت چی برای ازی بانوهان داده میشه. خیلی جالب است که این بانوهان و مسلمان میاین به نوع دفاع میکنن از دین اسلام، با وجودی که دین اسلام هیچ چیزی برای اینا نداده. ببینید، من یک حدیثی دارم که پیش روم بازه، من ترجمهش میخوانم. امام علی فرمود سوره یوسف را به زنانتان تعلیم ندهید، چرا که در آن فتنه ها داخل قوس حکایت عشق و عاشقی است. آنان را سوره نور بیاموزانید که سرشار از پند و موعظه است. الکافی جلد پنجم صفحه 516. این حدیثی است که جناب امام علی فرموده، بیان کرده. خب، برای زنان حتی یک تعداد سوره های قرآن هم اجازه نیست که اینا بخوانن، به خاطر که حکایت های عشق و عاشقی، و این حکایت های عشق و عاشقی تنها برای مردان است. اگر زنان این حکایت ها را بشنوند، فتنه به وجود خواهد آمد. ببینین شما اینا چقدر باز میگن که نه، اسلام ما را نگفته که زنها ناقص العقلن. ببینین در جا، در حدیثی، در آیه به نحو زنان را ناقص العقل میگن. اگر زنان برن سوره یوسف را بخوانن، فتنه به وجود میآید. اگر مرد بخوانه، فتنه به وجود نمیآید. من آرزو دارم که بانوان خودشان بشینن فکر کنن یکم و کوشش نکنن حقوق دیگر بانوان را پایمال کنن. خواهشان فکر کنین، مطالعه کنین. سپاس آبتینی عزیز. خیلی خیلی سپاسگزارم. اگه اجازه بدین کیتی رو بشنویم و بعد یک کامنت کوچیک. لیدا اگه کامنتت کوتاه هست، شما خیلی کوتاه، 30 ثانیه. تشکر آقای عبتون. پیشتر شما سوزنک گفتین، من میخواستم بگویم که من باید سوزنک آماده نگاه کنم. خب به هر صورت سوال هایی هست، پیشتر امروز در گروه دیگه می سوال کردم که نافرمانی زن هست شوهر، در قرآن شریف آمده که چی رقمی اول نصیحتش کنین، بعدا باز جایتان جدا کنین، اگه جایتان جدا باز او اصلاح نشد باز میتونین که او را تنبیه کنین، یعنی بزنین. آیا کدام سوره یا کدام آیه بر زن آمده که اگر فرض مثال من شوهری داشته باشم که کار خراب کنه، که بر یعنی امو کاری که یک زن کرده که میخواین تنبیه کنن، اگر امو کار یک شوهر به زن خودش کنه یا شوهر به من، آیا اجازه هست که من او رو لط کنم؟ با من چی رو دادن؟ حقوق دادن؟ یعنی فقط او هر کار خواست او میتونه و بر از او همه چیز نازل شده. بر من یک زن هستم، چون جنسی هستم که میتونه استفاده کنه شهوت خودشه، یا برش طفل بیارم یا نانش جور کنم، باز او هر غلطی که کرد بکنه چون مرد هست اشکال نداره. و یکی هم از این خانم مرضیه هم میخواستم برشان بگویم که شما خانما کسایی هستین که همیشه خودتان میخواین که واقعا برده مردتان باشین، خودتان میخواین. متاسفانه اگر حقوقتان رو بفهمین، یکمک منطقتان رو استفاده کنین، اون مرد جرأت از ایرم کرده نمیتونه که دست سرتان بلند کنه دیگه. کار خوصوبان. تشکر. اگر میره کدام آیه برای ما زنا، برای من شخصا نه، برای می زن آمده یا نه که غلط کنه شوی خدا. بله، کیتی رو بشنویم. سلام، روزتون بخیر. مخصوصا خیلی خوشحالم که آشنا شدم با آقای کاوش، سیاوش، آبتین، پوریای عزیز. من به عنوان یه زن میخوام اینجا صحبت کنم. خیلی هم آدم معمولیم، خوبم بلد نیستم صحبت کنم، یه آدم خیلی معمولیم. یه چیزی من تو زندگیم این همه 40 سال از خود عمر گرفتم، فهمیدم که دین اومده فقط برای به برده کشیدن انسانها، مخصوصا زنها.
اسلام برای چی انقدر زنها رو محدود میکنه؟ برای اینکه زنها نفهمن دور و برشون چه خبره، برای اینکه اون زنها بچه های پرورش ندن که آگاه باشن بفهمن چه خبره. به خاطر همین زنها رو کردن توی چی بگم، توی گونی، که هیچی حالیشون نباشه. من یه مادرم، من میفهمم که تربیت اصل بچه من با منه. وقتی منو خفه کنن بچه بار میارم که اونا میخوان، ولی وقتی که من آگاه باشم بچه‌مو اونجوری که باید تربیت میکنم، بچه‌م میفهمه دور و برش چه خبره، آگاه میشه. ولی اونا وقتی منو خفه میکنن و نمیذارن من بدونم که چه خبره، منم بچه‌مو همونجوری ناآگاه بار میارم. و در آخر اینو میخوام بگم، بزرگترین ظلمو به ما زنا اسلام کرده، بزرگترین ظلمو، و متاسفانه ما زنها بیشترین دفاع از این اسلام داریم میکنیم. امیدوارم به خودمون بیاییم. مرسی، ممنون، خیلی سپاسگزارم سرکار خانم کیتی عزیز. اگه لطف کنید در قسمت شنوندگان باشیم، من این رو که میگم دوستان لطف کنن صحبتشون که میکنن لطف کنن در قسمت شنوندگان باشن، بتونید دوستان دیگر رو بالا بیاریم. رضای عزیز و بزرگوار رو بشنویم. رضای ام عزیز، با عرض درود و خسته نباشید. خب من در ابتدا یه موضوعی پیش اومد که وسط صحبتتون که شما فرمودید که یک چهارم من عدد یک سوم گفتم، من قصد جسارت نداشتم، من احساس کردم که به تصحیح نیازه، بخاطر همین بعدش هم که شما صحبت کردید من مایک نزدم. حالا از این موضوع بگذاریم، حالا بحث ریاضی نمیخوام واردش بشیم، ولی ما اگه 15 نفر بر فرض پیامبر باشن، اگر 5 تاشون زن باشه 10 تا مرد، جمعش میشه 15 و نسبت زن به مرد 1/2. اگه 1/4 نمیدونم زن باشه 3/4 میشه، بعد نسبتش 1/3، ما نسبت 1/2 بخوایم بگیریم بعد 1/3 و 2/3 بشه. حالا از این موضوع بگذاریم. خب اگه 10 تا زن داشت، اگه 10 تا آدم داشته باشیم 5 تاش مثلا زن 5 تاش مرد، این میشه برای من بگی که بنابر قانون این که حق زن یعنی حق رأی چی بهش میگن، حق نمیدونم چی چی زن، شهادت یک مرد در برابر دو مرد است، اینو میشه برای من چیز کنی؟ چون من ریاضیم خیلی ضعیفه. نه ببینید، حق شهادت اینه که یک مرد برابر است با دو زن، اگر اشتباه نکنم، نه درست دارم میگم. و اگر 10 نفر باشه که نمیدونم 55 که برابر میشن، ما عددی رو جوری میگیریم که مثلا 15 باشه که بتونه برسه بخش پذیر باشه، 5 نفرشون زن باشه 10 تا مرد، الان که مردان نمیدونم حقوقشون دو برابره و خداوند نمیدونم اونها رو نمیدونم، ولی به قول مسلمان ها بیشتر مورد توجه قرار میگیره. پس الان 5 که باشن زن 10 تا باشن مرد، نسبتشون 1/2، یعنی زن ها نصف مرد ها هستن و جمعش هم میشه 15. از این جهت نسبتشون 1/3 میشه در کل. ببینید اینجوری بگم، ارزش زنان نصف مرده. فرض کنید اگر مثلا ما بخوایم 15 رو تقسیم کنیم، دو برابرشو نمیدونم هر چی دادیم به زن، دو برابرشو بدیم به مردا. اوکی، دو برابرش میشه. حالا زیاد مهم نیست، چون ما اصلا فکر نمی‌کنم، حالا خیلی از دوستانی که اینجا هستن اصلا فکر نکنم به چیز مفهومی به نام پیامبر اعتقاد داشته باشن، و حالا اگر دوستان ایتیست هستن میدونن که اعتقاد از کنا ساختگی باشه، پس واردون زیاد نشین. من سخنان خانم مرزی رو که شنیدم یاد یه موضوع جالب افتادم که از نظر من ما وقتی می‌خوایم با این دوستان گفتگو کنیم باید این رو به یاد داشته باشیم. خانم هریت تاپمن، ایشون یک فعال نمیدونم ضد برده‌داری در امریکا بود، خودشون هم یه خانم سیاه‌پوستی بود و در زمانی که برده‌داری در امریکا بود، این بردگان رو به زور و به سختی میومد و فراری میداد. بعد از ایشون پرسیدم که سخت‌ترین کاری که شما در این پروسه انجام دادید چه بوده؟ ایشون گفت که سخت‌ترین کار برای من این بود که بعضی وقتا وقتی می‌خواستم این برده‌ها رو فراری بدم، باید ابتدا با آنها صحبت می‌کردم و به آنها حالی کنم که آزادی حق شماست و شما برده دنیا نیومدید و میتونید نمیدونم بدون بردگی هم زندگی کنید. خیلی از اون اصلا اینقدر به بردگی عادت کرده بودن که اصلا نمیخواستن فرار کنن و میخواستن برده بمونن. ما حواستون باشه، بعضی وقتا ما با دوستانی بحث میکنیم که اینها از دوران کودکی به هر حال در گوششون همون موقع تولد اولین چیزی که گفتن اذان بوده و به هر حال اینا تحت جامعه‌ای که درش بودن سالها نمیدونم افکار خانوادگی که بهشون تلقین شده، اونها اصلا علاقه دارن که در اون اندیشه هستن بمونن. و یه موضوع دیگه هم که حالا هست، ایشون نمیدونم اشاره کردن که زنها الان امروز نمیدونم درگیر بحثای به حال جنسی و سکس این چیز هستن. موضوع اینه که اینشون بعضی چیزهایی رو بد تعریف کردن که اصلا شاید از نظر من انسان مدرن، حالا به عنوان یک ایتیست نمیگم، به عنوان انسان مدرن میگم،
برای من اصلا این بد نباشه ایشون مثلا میگن ببین زنان امروزی در جهان مدرن ما این بابا رسیدیم اگر یه زنی زیبایی داره خب حق داره از اون زیبایی به اون شکلی که خودش میخواد تصمیم بگیره استفاده ای بکنه. اگر الان جهان مدرن ما زنایی داریم که از راه مدلینگ درآمد خوبی دارن، این یکی از ویژگی از نظر من خوب جهان مدرن میتونه باشه که زنانی اومدن از زیبایی که دارن استفاده کردن برای تبلیغات و به کسی هم صدمه نزدن و از این رو درآمدی کسب کردن. سکس ما به دیدگاه علمی بهش نگاه میکنیم، به دیدگاهی که یک نیاز بشری است، یک چیز طبیعی است. و این دوستان اولا به این موضوع توجه کنن که ما داریم چی میگیم. یه موضوع دیگه حالا خیلی سریع بگم چون آقای امیر به این موضوع اشاره کرده بود که حالا رفت پایین، ایشون به این موضوع گفت که نمیدونم حالا بعضی از موضوعات چون 1400 سال پیش بوده امروز نمیشه اجراش کرد. ما باید به این موضوع توجه کنیم که گزاره نمیدونم بر اساس اون درستی غلطش مشخص میشه. اگر من گزاری بگویم مثلا من فلسفه تسلط نسبی دارم، شما بیایید 20 سال فلسفه از من بپرسید، من از اون 20 سال 16 تا رو مثلا جواب بدم، این گزار نسبتاً درست بوده چون من گفته بودم یه تسلط نسبی دارم. گزار اگر باشه که شما سوالی نمیتوانید در فلسفه به من بگویید که من به اون سوال جواب غلط بدم، گزار اگر این باشه شما بیایید 1,000,000 سال از من بپرسید، من به 999,000 تاش جواب درست بدم، به یکیش غلط، گزار اشتباه بوده چون گزار این بوده که من یک اشتباه هم نکردم. ایشون باید به این نکته توجه کنه که گزار چیست؟ گزار دین اسلام و خیلی از ادیان به خصوص اسلام، چون اسلام تو این موضوع نمیدونم حادتر شده. اسلام ادعا کرده که من حرف آخر خداوندم، از این جهت اسلام از ادیان دیگر میشه گفت خطرش بیشتره. اسلام ادعا کرده که من آخرین حرفم، خداوند حجتشو تمام کرده، علات سنت که دوباره عقیدهشون دوباره بیشتره چون شیعه به امام منم اعتقاد دارن. ولی میخوایم کلی بگیم اسلام اعتقاد داره که آخرین حرف خدا آمده و ادعا میکنه که هیچ خطایی درش وجود نداره. این که شما الان میگید ما دچار مغالطه پریش زمانی میشیم، این در صورتی بود که ایشون این ادعا رو نکنه که من از آینده خبر دارم، با موجود فراتر از طبیعت اعتقاد دارم که ایشون تمام نیازهای فردی، اجتماعی و ادوار مختلف رو میدونه. ایشون اگر یه اشتباهی کرده باشه دیگه قابل توجیه نیست، ایشون مثل یه انسان معمولی نبوده. اگر یه انسان معمولی بود حرف شما درست بود. بسیار سپاسگزارم که من وقت دادید و بابت اون جسارتی که کردم از شما عذرخواهی میکنم و سپاس از وقتی که میگذارید جهت راه روشنگری. سپاسگزارم. خیلی متشکرم رضا نازنین، با افتخار است که شما رو شنیدیم، اینجا بود، پیش ما بودین. لطفیه که شما میکنین و وقتی که شما و همه دوستان عزیز و بزرگواری که توی اتاق هستند وقت گرانبها رو اینجا و در مسیر شنیدن و گفتن طی میکنن. من میگم و میشنوم و شما دوستان میگید و میشنوید و قطعا از همدیگه یاد میگیریم. نجیلا رو بشنویم. رضا جان اگه لطف کنی جسارتا در قسمت شنوندگان باشی سپاسگزار میشم. جناب سرکار خانم امیدی، نجیلا امیدی. نجیلا من که تو اسم ضعیفم، شما رو پس من توی قسمت شنوندگان قرار میدم. نجیلا امیدی 1، نجیلا امیدی 2، نجیلا امیدی 3. دوستان صدای من هست؟ بله هست. بله خیلی خوب، نجیلا رو در قسمت شنوندگان قرار میدیم. میریم سراغ دوست عزیزمون جناب محمد حسن خانی. بله محمد حسن خانی. عرض درود و وقت بخیر دارم خدمت دوستان بزرگوار. تشکر از جناب آبتین برای این عناوین بسیار جالب و چالشی. عرض کنم خدمت دوستان که من اگه نظرم راجع به تاپیک بگم اجازه بدید ابتدای نگاهی به شرایط فعلی داشته باشم و بعد یه پلی بزنم به موضوع خدا. ما الان جایی ایستادیم که به نظر میرسه که هیچ وقت این دستاوردها رو در واقع نداشتیم یا بشر نداشته. اگر هم داشته هیچ سابقه ای آثاری از اون در اختیارمون نیست. ما از 400-500 سال پیش بخش هایی از بشریت تصمیم گرفت که رویکرد علمی به مسائل داشته باشه و این دستاوردهایی که ما داریم مال رویکرد علمی مونه. ما فضا رو در واقع شناختیم، به اعماق زمین رفتیم، انواع تکنولوژی رو اختراع کردیم. همین الان که ما این فضا رو داریم که نشستیم با هم دیگه صحبت میکنیم، 100 سال پیش شاید کسی
تصور واقعا نمی کرد که به یه همچین دستاوردهایی ما برسیم. اما علارغم این و علارغم این پیشرفت هایی که داریم، ذهنامون متاسفانه و متاسفانه همچنان در اون پارادایم و چارچوب قدیمی قرار داره و موضوع خدا یکی از اون مفاهیمه که به اون زمان قدیم در واقع تعلق داره. بحث خدا، خلقت، بهشت، جهنم، پاداش، مجازات، همه اینا مال زمانیه که انسان به واقع جاهل بود، خودش رو نمیشناخت، جهان رو نمیشناخت، قانونمندی رو نمیشناخت و بر اساس جهل خودش میومد یه تصوراتی انجام میداد و مفهومی به نام خدا رو اختراع کرد. البته خدا در واقع همینجوری یک دفعه به وجود نیومده، قبلا خداها متعدد بودن، خداها کوچیک بودن، قومی بودن، نژادی بودن، ملی بودن و بعد کم کم به تدریج از 3-4 هزار سال پیش به این ور دیگه کم کم بشریت به یه جایی رسید که خدای یگانه و نادیده رو پذیرفت. اما واقعیت این که چون این مفاهیم مال زرواق زمان جاهلیت ماست، به نظر من باید عبور کنیم از این مسئله. اصلا بحث در واقع دین یه موضوع زمانمنده و من میبینم بسیاری از دوستان متاسفانه همچنان به دین رجوع میکنن و میرن درون دین آیه هایی میارن، تفسیر میکنن، دوستان دیگر تفاسیر عجیب و در واقع برخلاف اون ارائه میکنن. اینا به نظر من مال همون آسیبیه که ما در واقع داریم و از نظر ذهنی پیشرفت نکردیم و به واسطه بمبارانی که متاسفانه در کودکی در واقع داشتیم، که یکی از مسائلی که به نظر میرسه و بسیار مهمه ما روشنش بکنیم در آینده ایران و به تبع در واقع در بخش‌های از جهان که هنوز عقب مونده هستن، بحث آموزش علمی و ممنوعیت هر نوع آموزش در واقع دینی و ماورایی باید باشه. ما باورهامون در کودکی شکل میگیره، تا 8-9 سالگی در واقع تقریبا بخش اعظم شکل گرفته، بنابراین عقلانیت در وجود ما شکل نمیگیره و برای همینه که ما الان داریم در مورد این صحبت میکنیم که زن و مرد در واقع جایگاهشون چیه، حق و حقوقشون چقدره، آیا زن نصف مرده همچنان که ادیان میگه، آیا زنان به واقع عقل ندارن. اساسا این صحبت ها واقعا از انسانیت به دوره، یعنی انسان منطقی و معمول حتی که در حد عرف به صورت متوسط جامعه هست این بحث رو نباید بپذیره. اما انسانی که ذهنش در بمباران در واقع مورد بمباران ادیان و مبلغان دینی و اون قشری که در واقع مراقبت میکنن، که این دوستی به بردگی به واقع اشاره کرد، که این نظام در واقع بردهداری رو حفظ بکنن، همچنان این موضوع رو داغش میکنن و ذهنهای کودکان ما رو بمباران میکنن و این عقلانیت متاسفانه و متاسفانه شکل نگرفته یا نمیگیره که ما بتونیم فرای در واقع ورای این مسائل، همچنان که پیشرفت‌های علمی خوبی در واقع داشتیم در موضوع در واقع ماورا و ادیان و خدا، بتونیم حرفی برای گفتن به روز متناسب با شرایط زمانه‌ای که در واقع توش به سر میبریم نگاهی داشته باشیم. من اینا رو در واقع آسیب‌های گذشته میدونم، بلوغی که در واقع شکل نگرفته، عقلانیتی که آسیب دیده و الان بیان بحث مقایسه زن و مرد رو بکنیم و برخی از دوستان تعجب میکنم و برخی از زنان از درون دین میخوان بیان آیه ای رو بیارن که در واقع دین رو برای امروز ما تبیین بکنن. دوستان عزیز، دین ما مال 1400 سال پیش، زمانمنده، اون موقع هم حتی یک تعالیم در واقع کاملی و متناسبی بر اون موقع نداشت، حالا فرض کنیم داشت، ولی الان چرا ما باید در واقع تو اون چارچوب صحبت بکنیم؟ حیفه به نظر من، یعنی بشری که در واقع این همه فضا رو در واقع شکافته، این همه به قانونمندی جهان دست پیدا کرده، واقعا مایه تأسفه که همچنان تو پارادایم قدیم، اینکه آقا خدا کیست و چیست، آیا زن نصف مرده، آیا مرد برو در واقع تسلط داره یا نداره، اینا در واقع
مفاهیم اولیه است مال زمانیه که ما جاهل بودیم و هر چیزی رو فکر میکردیم چون سیستم علت و معلولی در واقع نظام ذهنمون داشت و این علت و معلول رو هم خیلی ساده میدیدیم، هر چیز رو نمیفهمیدیم، میگفتیم آقا خدا لابد این رو خلق کرده. در صورت که وقتی ذهنمون رو از این موضوع آوردیم بیرون و دنبال قانونمندی گشتیم و مشاهده کردیم و تجربه کردیم و آزمایش کردیم و اندازه گرفتیم، فهمیدیم بابا اصلا موضوع خدا در واقع مطرح نیست. نه اینکه حالا خدایی باشد یا نباشد، به نظر من اساسا الان خدا اصلا تو زندگی انسان هیچ و هیچ نقشی نداره. ما به همون در واقع انسانیتمون باید اکتفا بکنیم، به آزادی‌های انسانیمون، به کرامت انسانیمون و بگیم که همچنان که من حق دارم و آزادم، حق انتخاب دارم، دیگری هم میتونه این آزادی ها و انتخاب ها رو داشته باشه و کمک کنیم که انشاءالله به این در واقع جایگاه برسیم. تشکر میکنم که به من فرصت دادید. شاید کمی هم بیشتر از موعد صحبت کردم، عذرخواهی میکنم. بله انشاءالله که هممون به راه راست هدایت بشیم. خیلی سپاسگزارم محمد نازنین، دوست خوبمون جناب محمد حسن خانی. بله باعث افتخار بود که شما رو شنیدیم. مهتاب زنده باشی. مهتاب رو بشنویم. جناب حسن خانی اگر در قسمت شنوندگان قرار بگیرین که ما این پنل رو بتونیم راحت ببینیم همشو. مهتاب درود مجدد. من دوباره ابتدا به ساکن حرفم رو تکرار میکنم چون میبینم مسلمانه. الان به جای کامنت 30 ثانیه‌ای شما 3 دقیقه صحبت کنم. نخواستیم دوست عزیز، بذار اول جمله رو بگم. میخواستم بگم که دوستان مسلمان یه دقیقه تحریک نشید دوباره، من میخوام حرف بزنم. آبتین خوبه آدم با تو بره دزدی، اینو اول بگم. دو دونه کامنت دادم و همه رو مایک خوندی. بعدش هم خواستم بیام یه کامنت بذارم به خاطر اینکه این آقای محترم گفت تو نخوندی اینو، اسمش رو اشتباه گفتم ولی عکس از صفحش گذاشتم. دوست عزیز اسیر اسیره. و اینکه همین رو خواستم در کل بگم، حرفم خیلی طولانی نبود. اگه میدونستم راستی متوجه شدی مایکم رو دیدی، این مایک نمیزدم. دمت هم گرم، مرسی، گوش میدم دیگه. حالا این اسیر چی بود که گفتی اسیر اسیره؟ خب گذاشتم ببین توی رسالت الحقوق. بابا این اینقدر ریزه که اصلا نمیشه بخونی. ببین یه دون رسالت الحقوقه که برگشته توش نوشته به زن و فرزند خودتون. بذار بیارم چون خودم از روی این باز کنم خیلی بزرگ نمیشه. این طوری ببین ناکه خودت داری اون وقته رو از من پر میکنی، بعد بگی تو وقته ای زرنگی هستی تو آبدین. بذار ببینم کجاست و پیدا کنم. انقدرم که من هی عکس درست میکنم واسه این و اون. تا تو عکس رو پیدا میکنی رانا هم آره هم دل پوری داشت. چون من توی مایک آره. رانا هم دل مایک پوری داشت. ببند چون من توی گالی. خب من مایک تو رو ببندم بعد من چطوری تو باز دوباره میخوای بیای مایک تو باز کنی؟ رانا رو بشنه. رانا هم دلش پر بود. ببینم ممنونم آقا تین. درود دوباره به دوستان. والا دل ما که اینجوری خالی نمیشه، خودتونم میتونین متاسفانه با این چیزا دلای ما خالی نمیشه، مگه اینکه به قول یکی از دوستان که تو بک چنل من اومدن گفتن واقعا یه جوری بشه که ما بشیم پیامبر حکم ما بنویسیم برای آقایون نصف رساله رو پر کنیم، نه که خیلی ریز بینیم چیزای جالب تری از توش در میاد. علی حالا جدای از اینا میخواستم من اون موقع که حالا چند تا کامنت اگه وقت دارم بگم یکی یکی، اگه نه که بازم وای میستم آخر سر میگم اگه وقت دارم. اگه سه دقیقه خب حالا میگم تا هر جاش که رسیدم به هم بگین. ببینید بانو مرزی گفتن که قرآن خیلی حق گفت. اولین من بگم که من واقعا چیزی که خیلی براش تأسف میخورم همینه که جناب پویام گفتن، چند تا دیگه دوستان گفتن، اینکه ما خانوم ها متاسفانه قرآن رو نمیایم خودمون بخونیم با توجه به یه سری از آیاتی که میان واسه ما تفسیر میکنن آقایون خیلی هاشون، این حق رو میگیریم که آره خیلی جاها قرآن به ما لطف کرده، در صورتی که من هیچ جای این قرآن لطفی نسبت به خانوم ها ندیدم متاسفانه. و اونجا که گفته که حق و حقوق مقرر کرده، خواستم بگم آیه 233 سوره بقره رو توصیه میکنم ایشون برن بخونن و بعد بیان بگن که آره کجاش حق و حقوق داده.
یکی دیگه این که پیامبر اسلام گفته با زن خوب و صالح که بچه دار نمی شود یا بچه نمی آورد ازدواج نکنید. این مصداق بارز معنی همین آیه 233 بقره است که میگه زنان شما کشتزارهای شما هستن، یعنی کاملا یه استفاده ابزاری از یک زن میکنه. و این که گفتم الان، اینی که گفتم از پیامبر، این منبعش کتاب حلیت المتقین هست، نوشته معلوقر مجلسی صفحه 92، اگه دوستان خواستم بخونن. که یه جای دیگه هم نوشته محمد پیامبر اسلام میگوید که زن باکره بخواهید که فرزند بسیار آورد، و زن مقبولی که فرزند نیاورد مخواهید، که من مباهات میکنم. یعنی خیلی جالب داره میگه که ما زنا رو میخواهیم فقط برای تولید مثل و حالا اون لذت های شهوانیشون رو. این از این. آقای پویا گفتن که چطور زن قبول میکنه که زن چندم یه مرد باشه. خواستم بگم که شما اینو در یک جامعه نرمال نمیبینید و چیزی رو میبینید که متاسفانه اون تو جایگاه یک زن نیستید، شاید درک این رو نداشته باشید. البته ببخشید که اینجوری میگم، درک این رو نداشته باشید که وقتی شما توی خانواده بزرگ بشید که سرکوب بشید، به هر عنوان و به هر اسمی شما رو بخوان یه موجود اضافه اونجا تلقی کنن و انقدر تو سر شما بزنن که شما به این درک برسید که بین خودکشی کردن یا مردن و زن دوم یا آقا شدن یکی رو انتخاب کنید، خب طبیعتاً اون یکی رو انتخاب میکنید. میگم تو شرایط بد باشید که بتونید اینو واقعا درک. نمیخوام دفاع کنم، این کار خیلی زشته، ولی خب میخوام بگم نمیشه یه طرف هم به قاضی رفت و این توجیه این موضوع نمیشه که اون آقا بتونه چند تا زن رو بگیره. واسه حرف آقای محمد کمی چند دقیقه پیش گفتن که گفتن ما نباید الان دیگه، واقعا راست میگن، نباید این چیزا بشه دغدغه، ولی متاسفانه و شوربختانه ما تو جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که این قوانین همچنان جاری و ساریه و ما نمیتونیم اینو هر جور که بخوایم نمیتونیم نادیدش بگیریم. ببین این وقتی میشه ما بشینیم درباره خیلی چیزای دیگه خارج از دین و حالا مباحث پیش پا افتاده که ما خیلی هم قبولش نداریم حرف بزنیم، که اینو کنار گذاشته باشیم، ما از این مرحله رد شده باشیم. ما هنوز توی مرحله گیریم، چطور میتونیم اینو نبینیم؟ چطور میتونیم بگیم که ما اینجوری نباید زندگی کنیم؟ شما همه رو هم سطح درک آگاهی خودتون نبینید جناب محمد. ما مردهای خیلی 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 زیادی داریم تو جامعه ما که متاسفانه اصلا شاید یک کلمه از حرفای شما رو نه قبول کنن نه حتی شنیده باشن تا الان تو عمرشون. پس نمیتونیم بیایم راحت بگیم که این مسئله خیلی پیش پا افتاده و عقب افتاده و مزخرف و مسخره است، که هست، چون هست تو جامعه ما، تو تمام قوانین مدنی جامعه ما متاسفانه اینا هست و همه اینها از بطن همین دینی آورده شده که حالا کتابش هم هست. ما نمیتونیم اینو منکر بشیم. بازم شرمنده آقا آبتین، من معذرت میخوام اگه زیاد گویی کردم. بله خیلی متشکرم جناب آریا، لطف فرمودید. یه مطلب جالبم گفتی راجع به اینی که او خودش رو مرد عنوان میکنه، در صورتی که واقعا تا اونجایی که ما دیدیم خلقت عملا یک عمل کرده زنانه است، متعلق به بانوان است، اون چیزی که در زهدان رشد میده و پرورش میده و خلق میکنه زنانه است. جناب هدهد بفرمایید. خب سلام، صدای منو دارین؟ بله صدای منو بله. دارین؟ خب در مورد کلن موضوع زن میخوام صحبت بکنم. ببینید جایگاه زن در طول تاریخ فراز و نشیبای زیادی رو طی کرده. اگه برگردیم به تمدن‌های بین النهرین و ایلام، می‌بینیم که الهه‌های متعددی مثل الهه‌های باروری، آب، زمین وجود داشتن که اینا همه مؤنث بودن و در معابد متعددی هم پرستش می‌شدن و عموماً یه جایگاه قدسی برای زن در تمدن‌های بین النهرین وجود داشته. دلیلش هم این بوده که زن ضامن بقای نوع بشر بوده. اگه بیایم سراغ اساطیر هندو ایرانی و بعد مشخصا اساطیر ایران باستان رو ببینیم، ما شاهد یه ایزدهایی هستیم که هر کدوم نماینده یه پدیده مهم در طبیعت بودن. اینجا یه ایزدبانوهایی داریم، ایزدبانوهای زیادی توی اساطیر ایران باستان ما داریم که از نظر اهمیت و احترام با ایزدان مذکر برابری داشتن.
منشأ تحقیر زنان رو ما میتونیم در ماجرای خلقت نخستین انسان تو ادیان ابراهیمی و نحوه خلقت زن که مثلا مشخصا میگه که از پهلوی چپ مرد به وجود میاد و اخفال آدم و مقصر دونستن زن در حبوط انسان میتونیم پیگیری بکنیم. و برداشت من اینه که وقتی که ادیان به سمت توحیدی شدن پیش رفتن، این شکاف جنسیتی به طور گسترده تری تقویت شد. در ادیان توحیدی خدا مذکره و پیامبری هم که برگزیده میشه مذکره. اما چیزی که من کلا اصلا با خدا و دین اصلا هیچ کاری ندارم، اعتقادی ندارم، قبول ندارم، اما یعنی بیشتر مطالعه میکنم در این مورد. اما چیزی که در این ادیان این مسئله رو پررنگ‌تر میکنه، منظورم این شکاف جنسیتیه هست و برتری مرد هست، اینه که تو این ادیان زیبایی و تحریک برانگیز بودن فیزیکی زنان رو نه یه ویژگی طبیعی و لازمه کشش، پیوند و تولید مثل، بلکه عامل زوال عقل و منطق مرد میدونستن. یعنی اینا تحریک شدن یا عمل جنسی رو تابو میدونستن و شهوت رو یک ویژگی پست به حساب می آوردن و کارکرد زن رو فقط رفع شهوت مرد میدونستن. و این چیزیه که در گفته های از آخوندهای خرد اسلامی بگیرید تا فیلسوف قدر مسلمانان جناب ملا صدر رو، در دستبندی مخلوقات اینو عنوان میکنه خود ملا صدر رو. و این که الان میبینیم در حکومت جمهوری اسلامی این همه ترس از آزادی اجتماعی زنان وجود داره، دقیقا ریشه در دین و فلسفه اسلامی داره. اما دوست دارم دیدگاه خودم رو بگم به عنوان یک زن. به نظر من ما زنان با آگاهی از حقوق انسانی خودمون نباید در دام رقابت‌های غیر عقلانی بیفتیم. یعنی جدای از نقد و مخالفت همیشگی من با تحقیر زن در جوامع اسلامی و با احترام فراوانی که برای کنشگران حوزه فمینیسم قائل هستم، اما افراد تو این زمینه رو هم اصلا عقلانی نمیدونم و به شدت موافق برابری واقعی حقوق زن و مرد هستم، چون معتقدم که افراد در هر دیدگاهی محکوم به شکسته و ما راهی نداریم جز به موازنه رسیدن در حقوق زن و مرد به عنوان دو وزنه اساسی جامعه. صحبت دیگه ندارم. بله، خیلی متشکرم از شما، بسیار عالی فرمودید، سپاس که با ما به اشتراک گذاشتید. جناب شیبانی بفرمایید. سلام خدمت شما، خدمت سایر عزیزانی که در این گروه هستن. حالا یک تفاسیر و فهم و خودرأیی هایی از فهم ادیان دارم میبینم من و که با قرائت های رسمی ادیان در تناقض با حتی بدبین ترین قرائت های سختگیرترین، متعصبترین، جزمندیشترین قرائت های دینی هم سازگار نیست. شما اگر حرف از اسلام، اگر حرف از رأی و نظر شخصی افراد هست، خب مشکلی نیست. هر کسی به اندازه اون وجود کوچکی که در خانه خودش داره فکر میکنه خیلی فهم بزرگی داره و چنین ادعاهایی میخواد بکنه، خب برای خودش هست و خودش پاسخ خودش رو خواهد شنید. ولی اگر میخوایم از نظر یک دین، دینی که میلیاردها انسان در این چندین قرن پیروش بودن و هنوز هستن، چنین واقعیت بزرگی میخوایم حرف بزنیم، این کوتاه‌بینیه که فکر کنیم که با اندکی فکر، دقایقی شنیدن یک سری صحبت‌ها میتونیم خودمون در یه موقعیت قرار بدیم که بگیم من این دین رو فهمیدم، این دین این رو میگه، مثلا در مورد زن و مرد چنین نظرهایی داره. این اولا هر کسی به وجود خودش رجوع بکنه خیلی ادعای گزافی هست. یعنی اون وجود نازل ما با اون اطلاعات اندک ما با این ادعاهای اخلاق گرایی، با همین عدم رعایت اخلاقی که هر کسی در زندگی شخصی خودش داره به زندگی خودش رجوع بکنه، این خیلی خودش رو در یک موقعیتی قرار میده که واقعا خیلی خیلی با اون چیزی که هست فاصله داره. اول ما باید هر کدوممون یک مقدار خودمون در موقعیتی که هستیم قرار بدیم و با سخن، انسان تنها موجودی هست که با سخن میتونه ادعای بسیار بزرگی بکنه، ولی واقعیت رو عوض نمی کنه این حرف زدن ها و فقط حرف است. فرعون هم خودش رو خدا کرد،
خیلی انسان هایی هم که الان داریم میبینیم که به این راحتی با حرف زدن ها خودشون رو در موقعیت های بالایی میخوان قرار بدن، حرفه، در عمل هیچ تغییری صورت نمیگیره. دور برشون رو نگاه بکنن خواهند دید که کجا قرار دارن و اونا همونن، فقط دارن با حرف میخوان یک سری مسائل رو مطرح بکنن. زن و مرد از دیدگاه اسلام، اگر بخوایم دیدگاه اسلام رو بگیم چی هست، از نفس واحده صراحت آیه قرآن هست، از نفس واحده خلق شدن. یک خلقتی که از یک جا نشأت گرفته نمیتونیم به این راحتی یک تمایز شدید که یک دیم میگن از نظر اسلام مثل مثلا سگ میمونه، مثل اون از یک جا نشأت گرفتن. حتی به اون قرائتی که بخوایم بگیم زن باز از یعنی از یک نفس واحده و بعد در قالب جسمانی زن از بدن مرد اولی به وجود آمده، خب چه بهتر، پس از مرد نشأت گرفته. خب چیزی که از اون نشأت گرفته چقدر میخواد با اون تمایز داشته باشه که شما اینو دو ساعت متناقض بخوای بدونی و یکی رو مثلا به اندازه سگ و حیوان معمولی پایین بیاری یکی رو بخوای به بالا ببری؟ نه، این دیدگاه اسلام نیست. دیدگاه اسلام اینه که نفس واحده هست، ولی به دلیل تفاوت‌های قالب جسمانی که اتفاقا علمی هست، هر کدوم نقش جداگانه‌ای در جامعه، در اون جامعه آرمانی که مد نظر اسلام هست، یک نقش خاصی رو قرار ایفا بکنه. نقش جداگانه ایفا کردن، نقش متمایز ایفا کردن دلیلی بر برتری ذاتی نیست. نقش متمایزه به خاطر اینکه ظاهر و کیفیت جسمانی متمایزه. اون با دلیل قالب جسمانی که اون نفس واحده درش قرار گرفته مجبور نقش متمایز ایفا کنه. شما هم مجبوری، همه همین الان هم در همون عالم غرب هم مجبورن، داره صورت میگیره. شما ورزش های زن و مرد رو در المپیک چرا دارین جدا میکنین؟ تفکیک جنسیتی نیست، مجبورید، نمیتونید. تیم فوتبال خانوما با تیم فوتبال آقایون برابری بکنه، قالب جسمانیشون متمایزه، شما دارین میگین بر. جناب شیبانی عزیز، دوست محترمم، من چند بار از شما خواهش کردم، گفتم متشکرم و اجازه بدید که جنبه سخنرانی نداشته باشه. خیلی ممنونم که در بحث ما شرکت کردین دوست عزیز. من فقط یک مطلب کوتاه بگم و عبور کنم. وقتی قرار هست صحبتی صورت بگیره، ما بین دو فرد برابر و مساوی صورت می‌گیره. اگر یکی بیاد به دیگری بگه تو در ذهن کوچک خودت و در خانه کوچک خودت، من همون لحظه باید صدای شما رو قطع می کردم، ولی باز ترجیح دادم اجازه بدم یک مقدار صحبتون ادامه پیدا بکنم. متاسفانه کلن رعایت نمی کنید. جناب الله شما رو بشنویم، قربان بفرمایید. سلام عرض می کنم، خیلی متشکرم، مرسی. من قبل از این که قبل از این که لا صحبت کنم، جناب لا مایکتون رو بایید لطفا. من خواهشم از شما این هست، دوستان اگر یک دوستی شروع میکنه به خزعبل گفتن، همون موقع مایکش رو ببندین، تذکر سخت بهش بدین. این شخص در حال توهین کردن به جمع بود. بله، من کاملا متوجه شدم جهت ایشون رو که بسیار توهین‌آمیز داشتن صحبت میکردن، ولی ترجیحاً گفتم بذارید یه مقدار ادبیات اسلامی و مؤمنانه هم شنیده بشه. در این حال حرف شما هم کاملا درست هست، نباید روح عزیزانی که در روم هستند رو اجازه بدیم کسی بخراشه. اگر کسی صحبت نداره جناب لا رو بشنویم. پویا جان بگو عزیزم. سپاس آریان عزیز. ببینید این دوستان مسلمان ما چرا همیشه وقت یک بانور با یک آقا یا یک مرد اینا مقایسه میکنن، همیشه زور و قوت فیزیکی را مقایسه میکنن. دوست عزیز، آقای اسمشان هم یادم نیست، مهمم نیست، شما اگر واقعا آخوند شیبانی این آخونده، آخوند شیبانی، بله آقای آخوند، اگر مثلا شما واقعا برتری بر این است که یک مرد ظهرش بیشتر باشه، من حالا پن میکنم لیدا بیایه ببینم با این آقا
بیایم مقایسه میکنیم ببینیم که لیدا بیشتر وزن میتونه بالا کنه یا این آخوند میتونه بیشتر وزن بالا کنه. پس اگر لیدا از شما وزن بیشتری بالا میکنه و زور بیشتری از شما داره، که بیشترم لیدا اینجا بود، پس شما ناقص العقلی آقای آخوند. اگر مقایسه به زور باشه، بانوانی هستن اگر شما را با داخل با این بانوان داخل رنگ بندازیم، چنان از شما خلطه بوکس درست کنن که ندانی یک نان چند فطیری. ما یک ذره مثل افغانا داریم، یعنی چندان خمیر ترش در نان استفاده میشه. خواهشن یک بانو میتونه یک ربات رو بسازه که یک کور رو بتونه چپه کنه، یک بانو میتونه یک پرگرام رو بسازه، یک بانو میتونه دکتر باشه، یک بانو میتونه مهندس باشه، یک بانو میتونه رئیس جمهور باشه. ما داریم رئیس جمهورهای در غرب که بانوها هستن، یا صدر اعظم هایی که بانو هستن. این آخونده فقط دوست دارن اون زهره یا اون قوت بازویی که میگن ما از بانوهان برتری داریم. نه دوست عزیز، فکر، عقل، منتلیتیت شما خیلی پایینه. متاسفم که همچه افکار داریم. سپاس آریان عزیز. خواهش میکنم عزیزم. حالا چون ایشون یه مقداری هم خطاب به بانوان صحبت کردن، من از لای عزیز عذرخواهی بکنم، اجازه بدیم ساحل هم به نمایندگی مطالبی بگه در این رابطه و بعد برسیم به دوستان. ساحل جان بفرمه. چون سپاس جناب آریان، خدایی که خودش نتونسته از خودش دفاع بکنه مشکل داشته. صدا ما دارین جناب آریان؟ بله عزیز. خدایی که خودش نتونسته از خودش دفاع بکنه و خودش توی کتابش نشون داده خشونت رو، نشون داده نمیبینه، کوره، نمیشنوه، کره، داره میگه که زن از گل اضافی مرد آفریده شد. داره میگه من توان اینو نداشتم دو تپه گل درست کنم، دو تا آدم درست کنم. یک خلقتی رو معرفی میکنه به بشریت که خودش هم نمیدونه چه کار کرده. خدایی که عیسی مسیحش از گل مثلا توی کتاب آسمانیش پرنده درست میکنه، بال میزنه، ولی خدا نتونسته بال بزنه، نتونسته چیزی رو بیافرینه که بره بال بزنه، روزیش رو از آسمون ببره. این خدایی که 124 هزار نبی و مرسل اومدن و نتونستن ازش دفاع کنن، جا بندازن تو ذهنیت بشر قرن 21، این خدایی که تمام 124 هزار نبی که میگن اومده که در 20 تا بیشترش معلوم نیست، بعدش ممکنه هجویات باشه، ببینیم تو قانون احتمال، این خدایی که نبی آورد و نتونست از پیامبرانش دفاع کنه، قطعا از خودش هم نمیتونه دفاع کنه. این افکار پوسیده 2000 سال قبل، 5000 سال قبل، 10000 سال قبل هم نمیتونه این خدا رو نجات بده. بشر فهمیده که همه آدما با هم برابرن، زن و مرد نداره، خشونت دیگه تموم شده. وقتی بحث گفتگو پیش میاد، میشینیم، شما میای بالا صحبت میکنی، یعنی دیگه زمان خشونت، آغاز پایان خشونت و بشر داره سمت صلح و خودشناسی پیش میره. حالا هی شما بگو مرد اینه، زنونه. تو همون کتاب آسمانی که شما درسش خوندی، تو همون کتاب آسمانی میگه اول من قاسه ابلیس، کسی اولین کسی که مقایسه کرد ابلیس و شیطان بود که لباس واژگونه و لباسی غیر از لباس واقعی، لباس تدلیس در تن کرد، خودش یه جور دیگه نشون داد. از خیلی خنده داره، یعنی نمیپذیرن، نه زنان جامعه امروزی میپذیرن نه مردان. به محض اینکه آگاهی شروع بشه، این نور آگاهی به جهان تابیده شده و جهل دیانت یواش یواش داره رخت برمیکنه. ما دوست داریم که دوستانی که در استیج در اودینس هستن دارن گوش بدن، یا بشریتی که صدای ما رو و صدای همه آدمای آزاده و روشن فکر رو میشنون، آماده برای تغییر باشن که یهو بهتون شوک وارد نشه، اون موقع ما دلمون براتون میسوزه. الان آماده به تغییر بشین، بدونین که دیگه تموم شد، دیگه دوران جهل و ادیان دیگه یه ختم الله شد به قول خودتون. مرسی که توجه کردین. واقعا آدم نمیدونه چی بگه، منتها به عنوان یه زن گفتم که یه صحبتی کرده باشم که ایشون زیاد ذوق نکنه، آماده بشه برای تغییر کردن. همینطوری هم روزگار نگذشت، دیگه بشر فهمیده جهل دیانت، دیگه نمیتونه دیانت مردم رو گول بزنه، تموم شد.
خیلی متشکرم سرکار خانم. من فکر میکنم این ملای بی سواد بی ادب اون اندازه که باید پاسخ دریافت میکرد دریافت کرد. واقعا متاسفیم که چه کسانی طی یک نمیدونم حد اقل طی یک قرن میتونستن چه تریبونایی قرار بگیرن و چه جفنگیاتی رو برای مردم بیان بکنن. خیلی متشکرم از همه دوستان. جناب لا ببخشید که تایم شما یه مقدار طولانی شد، بفرمایید عزیزم. میشه تمنا میکنم. خیلی متشکرم، خیلی هم ممنونم. من البته در حضور مهربانوان عزیز به خودم اجازه نمیدم صحبت کنم و اگه امکان داره خانم مرجان یا خانم سوان یا خانم هدهد و یا آقای مصطفی اگه تشریف دارن صحبت کنم. من خیلی ممنونم، خیلی به من محبت کردی، مرسی. هر کدومی جنابالی صلاح بدونین عنوان کنین. خانم مرجان، خانم سوان، خانم هدهد و آقای مصطفی. بله خیلی متشکرم. عزیزانی که رو استیج هستن و ما میبینم که جناب هدهد هستن، اگر مایلن صحبت بکنن بفرمایید. جناب هدهد تشریف دارید؟ بله در ادامه قطعا دوستان رو میشنویم. اجازه بفرمایید که جناب مسعود رو بشنویم. بله من هستم ولی فعلا گوش میدم، اگه نکته‌ای به ذهنم رسید اضافه میکنم. مرسی. بله خیلی متشکرم. جناب مسعود بفرمایید، شما رو بشنویم. شما عرض سلام خدمت همه عزیزان و فارسی زبانان عزیز در هر کجا که هستن. صدام میاد؟ صدام میرسه؟ بله عزیز بفرمایید. در رابطه با این بنده خدا آقای شیبانی که تشریف آوردن، ببین در نظر بگیرین ایشون شغلش به خطر افتاده، احساس خطر میکنه، بنابراین خیلی خیلی واضح و ساده است که ایشون بیاد و تو این اتاق بخواد و این به اصطلاح مسائل رو مطرح بکنه و ما هم به حرفای ایشون احترام میذاریم. اون هم نقطه نظریه، باید گوش بکنیم. ما برخلاف اینها معتقد نیستیم که کسی که مخالف ماست باید سرش بریده بشه. نه عزیز من، آقای شیبانی تشریف بیار و حرفتو بزن تا دلت میخواد حرف بزن. ما دیگه اون دوران سربریدن تموم شده. این نگاه کنه ایشون چند ساعت منتظر بوده که بیاد فقط 40 50 ثانیه یکی دو دقیقه صحبت بکنه. و این برای چی؟ و بعدش هم فوراً بره. خب این نشون دهنده اینه که احساس ترس میکنه ایشون و احساس این که باید بیاد و یه صحبتی بکنه و یک دفاعی بکنه از این به اصطلاح اسلام. و ما هم هیچ تضادی با ایشون نداریم، ایشون هم هموطن عزیز ماست، هر موقع دلش میخواد بیاد تشریف بیاره و صحبت بکنه. این از این. در ما دو نوع مسلمان داریم، یه مسلمان فرهنگی داریم، یه مسلمان ذاتی داریم. یه نفر هستش که فرهنگش اسلامی شده اصلا مسلمان نیست، یه نفر هست که خیلی خیلی مسلمونه، یعنی واقعا دلش میخواد دستش برسه سرش میبره، سر انسانها رو کافرها رو از تنش جدا میکنه. این دو قش رو ما تفکیک بکنیم از همدیگه و سعی کنیم که ما به اصطلاح خیلی خیلی و زیر به اصطلاح از زیر حرکت بکنیم و اینها رو زیر بنایی تغییرشون بدیم. سعی نکنیم که دشمنی و عناد کاذب بین کسانی آتئیست ها و کسانی که انتقاد به دین دارن و کسانی مسلمانان فرهنگی ایجاد بکنن. اینا هم این کار رو میخوان بکنن، یعنی میرن یه سری شعارهایی میدن و که مسلمان ها رو بر علیه ما بشورونن. یه مسئله دیگه هم که میخواستم خدمتتون عرض بکنم، دیدگاه حضرت محمد، حضرت علی و حضرت عثمان در مورد زنانه که این دیگه اصلا غیر قابل انکاره. حضرت علی میگن فاطمه زهرا به قتل رسید، به شهادت رسید و اونو کشتن. نمیدونم پس اینکه میگه عمر اونو کشت، ولی هیچ گونه عکس العملی برای دادخواهی از حضرت فاطمه این کار رو انجام نمیده که این عجیبه. یعنی نشون دهنده اینه که عمران خب چرا کشتی، چرا زن منو کشتی، حال کار بدی کردی. این در این حده، هیچ گونه عصبانیتی یا چیزی در ایشون دیده نمیشه و هنوز بنده خود چند روز از دفن ایشون نگذشته بود ایشون دوباره ازدواج کردش. این نشون دهنده دیدگاه مردان مسلمان نسبت به زن. یه مسئله دیگه هم که هست در رابطه با عثمانه. پیغمبر دو تا از دخترای خودشو داد به عثمان. یکی از دختران پیغمبر به نام رقیه
در زیر کتک های عثمان کشته شد. یعنی عثمان ایشون اینقدر کتک زد و بعد رفتاری باهاش کرد که مرد. پیامبر اسلام رفت بالا سر رقیه و از تنها کاری که کرد حتی به عثمان هم چیز نکرد، ایراد نگرفت و خدا خواستش که فشار قبر رو بر رقیه کاهش بده، همین، چون که در زندگی خیلی زجر کشیده بود. و بعد در کمال تعجب یه دختر دیگه شو داد به عثمان و گفت من اگه 10 تا دخترم داشتم میدادمش به عثمان. این دیگه رأس اسلام که حضرت محمد، حضرت علی و عثمان هستش، نظرشون و عملکردشون در رابطه با زنان این گونه بوده. دیگه انتظار بیشتری از این آخونده و این چیزا نباید داشته باشیم. همدیگر رو گوش بکنیم، حتی اگر مسلمان های خیلی دو آتیشه هم میان، با رغبت باهاشون صحبت بکنیم و اونها رو به جمع خودمون بیاریم. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. خیلی متشکرم جناب مسعود. عذرخواهی میکنم آقای سامان. جناب والی از روم بیرون بودین، تشریف آوردین، گویا نوبتتون گذشته. حالا میشنویم شما رو، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. عذرخواهی میکنم چند لحظه گوشیم زنگ خورد، داشتم با تلفن صحبت میکردم. عرضم حضور شما راجع به موضوع اتاق شما یه سری صحبت ها داشتم. ببینید، تمام پیامبران آمدن که دین حق رو تعریف کنن و خیلی هاشون، همه شون از طرف مردم بلای مختلفی به سرشون می آمده. بهشون توهین می شده، بهشون افتراد زده می شده، عرضم حضور شما شکنجه می شدن، خیلی هاشون به شهادت می رسیدن. خیلی وظیفه سخت و سنگینیه که به عهده پیامبره و تمام پیامبرانم سب نشون دادن و به وظیفه پیامبریشون عمل کردن. بعدش خدا وظیفه سنگین و سختی رو به عهده زنان نذاشته توی دنیا. در ضمن گرفتن حق پیامبری برای زنان از نظر بیولوژیک مانع داره. حتی اگه زنان پیامبرم می شدن، به دلیل اینی که 10 روز در ماه نمی تونه به وظیفه پیامبریش برسه، به پردازه، باز مشکل دار میشه پیامبری زنان. یا فرض کنیم یه خانم پیامبر شده، ازدواج کرده و یه بچه بار داره. من خیلی معذرت می خوام دوستان، چرا توجه نمی کنید به حرفایی که اینا دارن می زنن؟ جان یعنی حرف اشتباهی زدی. کی گفتم؟ میگی یه زن به دلیل اینکه 10 روز، یه زن به دلیل اینکه 10 روز نمیتونه، من هی میخوام بخوابم نمیذارین. خب 10 روز به دلیل بیولوژیک این که نقطه ضعف نیست، بدنی خودشه. این که نقطه ضعف نیست که. خب اجازه بده. خب این یکی، اگه بچه دار، یه بچه باردار باشه، بچه باردار باشه، مگه بچه باردار؟ ببین گوش کن سامان، جان. یه زنی اگه بچه دار باشه، ببینم مثلا میخواد بیل بزنه که نمیتونه این رسالت انجام بده. یعنی شما اطلاع نداری که پیامبر چقدر بهش توهین میشده، افترا میزدن، جنگ کرده، فرماندهی کرده، اینا رو بابا جان یکم فکر کنیم. نه شما یکم فکر کنیم. یه خانومی که حامله است، ماه هفتمش هم گذشته، چجور میخواد این وظایف انجام بده به نظر شما؟ پی خدای احمق این وسط چه کار است؟ شما اول ادب یاد بگی، چجور با مخالف صحبت کنی؟ تو چه کاره هستی؟ تو مدی علمو با خدایی؟ شما چرا داری با حرف منطقی لج میکنی؟ شما چرا داری با حرف منطقی لج میکنی؟ تو مدی علم گوش کن یه دقیقه. اطرافی خودت تا حالا یه خانم ندی؟ یه دقیقه گوش کن. تو مدی علمو با خدایی؟ اطرافیان خودم دیدم، اما خدایی که اینقدر ناتوان باشه؟ آخه برادر من، کدوم پیامبری با خانوما میداد؟ مایک باز نکن، یه دقیقه
بابا این ایراد میشد از او کار گرفت که پیام عزیز من گوش کن به حرف من، مایکت باز نکن، تو یه پیامبری به من بگو که به غیر از ور زدن و حرف مف زدن کار کرده باشه. این کتاب قرآن تو برو باز کن. حرف مفت که تو میزنی ادب نداری عزیز من، یکم ادب رعایت کن عزیز من، برو کتاب قرآن تو باز کن، یه آیه در مورد کار برای من بیاری، یه آیه. جناب آبتی اجازه بدید این مطلب رو از اونجایی که مربوط به بانوان هست، ایشون دارن میگن که ظرفیت هایی در بانوان هست که توانایی انجام این قضیه رو ندارن. آخه آریان جان ایشون داره میگه ساحل هستن. بله بانو ساحل هستن ایشون... اجازه بدیم که عذر میخوام ایشون داره. ببینید دوستان، اگر یه کسی شروع میکنه به همینجوری برای خودش میگه، متوقفش کن، بگو حرف حساب چیه. بله متوقفش کن چون حرف منطق میزنه. مایکشو ببند چون حرف منطقی میزنه. بندازش پایین چون حرف منطقی میزنه. جناب سامان، جناب سامان مایکتونو ببندین لطفا. اتفاقا حرفای جناب عالی بسیار ساده و عوام فریمانه است، به هیچ وجه هم جنبه منطقی نداره. من از اونجایی که یک مقدار تساهلم بیشتره، اجازه میدم که عزیزان صحبتشون رو بکنن بعد پاسخ بشنون. شاید مدیر دیگری اجازه بده آقای آریان، اجازه بفرمایید مایکتون رو ببندید قربان، مایکتون رو ببندید. آقا من تمایل داشتم صحبت کنین، چرا میارین بالا الکی مردمو؟ آقا چرا نظر مخالف خودتون رو نمیتونین بشنوین؟ جناب سامان یه لحظه مایکتون رو ببندید. آریان جان اجازه میدید سامان صحبتشون رو تموم کنم بعد من باشون صحبت کنم اگر اجازه بدید؟ بله من اتفاقا سرکار خانم سامان نظرم همین بود که ایشون وقت صحبتشون تموم شد، حالا بانو ساحل یا جناب عالی این مسائل رو پاسخ بدید. بالاخره باید به این حرفا پاسخ داده بشه. جناب سامان من خواهشم اینه که شما طی یک دقیقه صحبتاتون رو بسیار منطقی مستدل و مؤدبانه ادامه بفرمایید بعد دوستان پاسخ. ببینید بنده بی‌ادبی نکردم، خدای نکرده، هیچ وقت توهینی هم به کسی نمیکنم. دارم میگم اگر پیامبری به زن داده بشه، حالا خانمی که پیامبر شده یه بچه باردار مثال، درسته؟ از ماه هفتم به بعد خانم‌ها بهتر می‌دونن بالاخره یه سری سختی‌ها داره همون مسائل حاملگی که نمیتونه اصلا، حتی اکثرا نمیتونن راه عادی برن چه برسه بخواد وظایف پیامبری انجام بده، نمیدونم بین مردم باشه بره بجنگه، نمیدونم وسیله سنگینی احتیاج باشه برداره، امکان نداره این موضوع. یه موردش از نظر بیولوژیکم خانم‌ها چیزیه که ذاتاً به بدن خانم‌ها ربط داره، توهین نیست. یا آقا فکر میکنه مدام توهین میکنم؟ ماهی ده روز خیلی اذیتن، ماهی ده روز نمیتونه به پیامبریش برسه. پیامبری یه وظیفه ساده‌ای نیست، معلمی نیست که بری چهار نفره درس بدی، آمدی که دین خدا رو تبلیغ کنی. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم شما، ممنونم. سرکار خانم ساحل رو میشنویم و بعد هم سرکار خانم سوان بفرمایید. درود، ببخشید من در پاسخ به جناب سامان باید عرض کنم که خود او خدایی که داری ازش دفاع میکنی به پیامبر میگه لست علیهم به وکیل، اصلا وکیل مدافع مردم نیستی. پس وقتی به پیامبری که خود خدا فرستاده برای هدایت مردم به اصطلاح، به اصطلاح محال البته چون این اتفاق شکل نگرفت، ارتد الناس بعد از نبی شدن، کلهم همه مردم بعد از نبی مرتد شدن، حتی امامات طبق اسنادی که ما داریم، برابر این وقتی پیامبر اجازه وکالت بقیه رو داره دیگه حال من و تو معلومه. یه جا دیگه خدا به پیامبر میگه انا علینا للهدا، هدای با منه، یعنی تو اومدی یه مهره شطرنجی بازی بکنی تموم شد. بعد ماها به عنوان آدمای دست هزارم که اصلا هیچ ترم برامون خورده میکنه خدای ادیان، بعد میایم اینطوری رگبه میکنیم گردنمون از خدا دفاع میکنیم. شما ببینید که ربطی داشت، شما اینم توضیح بده که یه خانم با اون وضعیت چجوری میخواد پیامبری کنه. جناب سامان مایک تو ببند، یه لحظه گوش بگیر.
خود ما برو تاریخ رو بخون، زنان ورزشکسور داریم تا ماه نهم ورزش میکنن بچه هم میارن. الان همین الان یه نگاهی بکن به دنیا، ببین دو سه تا زن رئیس جمهور رو نمیدونم وزیرن، ببین چطور با کرونا برخورد کردن. ولی خدا شما داریم گفت با پیامبری مقایسه میکنی، درسته؟ ببین اصلا خود پیامبر گفته ارتز در ناس. خانم سائل عذرخواهی میکنم، خانم سائل عذرخواهی میکنم، جناب سامان اگر یک بار دیگه مایکتون رو باز کنی قطعا مفت و آدینس میشید. بعد نرید اونجا گلایه بکن. اجازه بدید، اجازه بدید. بی منطق میزنه. تو سوال منو جواب بده. شما واقعا ادب حضور تو استیج رو نداری. البته این چیزیه که اکثر مؤمنین دارن ها، فقط شما نیست. جناب سائل بفرمایید ادامه بدید. ساحل جان مایکت بسته است. ببخشید. نم چرا باز بکنم بسته میشه. خود خداوند توی کتابش داره میگه که این کتابی که برای عرب اومده، این دین که برای عرب اومده، خود خدا داره میگه قالت الاعراب و آمنا، اعراب میگن ما ایمان آوردیم، قلم توم میگه اصلا ایمان آورندهی وجود نداره. و اسناد زیادی داریم که خود همین خدا و پیامبر این خدا میگه ارتد دن ناس بدنوی، دینی که با کفر اومده تو چی میخوای ازش برداشت بکنی؟ خود دین میگه من کفرم، امامم کافره، پیغمبرم کافره. پیامبر دنیا رو گرفت تا سر گذاشت پایین، 5-6 نفر هوادار داشت. از چی دارین دفاع میکنین؟ زمانی که دیگه بشریت به دانایی رسیده دیگه از دستتون قاپو دزدیدن، دیگه آگاهی شروع به رشد کرده، نمیتونین کاری بکنین. پس هماهنگ بشین با این حرکات یا ساکت بشینین. ای الکی میان بالا خودتون خراب میکنین. مرسی از توجهتون. ببخشید خانم سوان خدمت شما. سپاس فراوان از تمام دوستان که تا به حال با ما بودن. دوستان عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه و قسمت بعدی لینکش در دسکریپشن وجود داره، قسمت بعدی را هم تماشا کنین. سپاس از همگی، تا برنامه بعدی، بدرود.